رفتن؟ اگه خدا بخواد بله. تو هم بیبریم بالا یه هوایی بخور، یه استراحتی بکن. آخ، به شرط اینکه در نری. خب آقا من حال ندارم رارم در برم. بیبریم بابا جان، بریم بریم بریم. یواش اختر، تو که باز شروع کردی؟ بابا بالاخره ما نفهمیدیم به چه ساز تو برقصی؟ به کدوم ساز من برقصی؟ به همینی که الان واسه زدم. چی گفتی؟ سه روز دیگه میای دادسرا، تکلیف منو معلوم میکنی، خلاص. بله. پشت گوشتو ببین، دادسرا. حالا اگه من تو رو طلاق دادم. آقا خالی کنم یا بذارم باشه اگه آشتی میکنی؟ اصلا کی به شما گفته بیای حرفای ما رو گوش کنی؟ فشی بیار ببینم. بیا داشو خالی کن. خالی کن. امشب باهات کار دارم، ساعت 2 همینجا. اون موقع آشتی میکنید؟ میخوام ببرمت ماموریت سراغ اجنه ها. حق ماموریتتم با من. میخوام ببینم اون حرفایی که زدی خالی بندی بود یا این کاره ای. اصلا کی به شما میگه بیا حرفای خصوصی ما رو گوش کن؟ ها؟ این درسته؟ مگه به تو نگفتم پیاده شو؟ پیاده شو بینم، پیاده شو خالی کن. چیکار میخوای کنی اختر؟ فقط طلاق. بابا جون بیا بالا، چند که پله دیگه بیشتر نمونده. بیا الان میرسیم. بیا بابا جون. بود بابا. بیا. بیا بالا. بیا. خسته شدم خواب بابا. بذاری کم استراحت کن. بیا بالوتر، بیا. خان بابا، خان بابا. چیه؟ خان بابا نیادش بیرون. دیر کردی بابا. گفته بودم که کار خوابیدن بچه های ما حساب کتاب نداره. یکیشون سر شب میخوابه، یکیشون آخر شب. صبر کردم آخری بخوابه، راه افتادم. بریم تو. مشتی اول حق ماموریت. بیا بابا ساعت من گرو. حق ماموریت تو کم کن ازش، بقیه رو رد کن. بیا بینا، این از اون ساعت ها نیست که تو میدون سه دسمال کیلو 3200 میپوشم. بده من بابا، ساعت ساعت دیگه. انگاری ساعت خودت یه ساعت 2 ساعت نشون میده، مال ما یه ساعت و نیم ساعت. علاف اون نکن مشتی، الان 5 تومن میگیرم. اگه جن بود باقیش مال خودت، اما اگه جن نبود 5 تومن دیگه میگیرم. ها 5 تومن؟ خیلی خب، بیا بریم بابا. تو یا چقدره؟ دار و ندار همه 3 تومنه. باز تو سر ما کلا گذاشتی؟ را بیفت. خدایا به امید تو. افتاد. بریم.
کوچه؟ پایینه، برو پایین، حالا مونده تا برسیم. از این پایین تر 5000 تومانه. تو دعا کن ما زنده برگردیم، من الباقی دارو ندارم و میذارم روش بهت میدم. برو دیگه، برو. برگشتی؟ برو پایین. بیا چی؟ پولت این 2000 تومنم روش، بیا برگردی. مرد حسابی، من به اعتبار تو اومدم اینجا. بابا من سکته ای هستم، میمیرم خونم میفته گردن تو. نه ترس، اگه مردی هیچ که اینجا پیدا نمی کنه که بخواد خونت بندازه گردن یکی. برو پایین. اومدی؟ سر شده؟ دردم دوباره داره شروع میشه، میترسم چشم ها میزنم رو هم کابوس میبینم، دوباره درد خماری اومده به سراغم، قلبم از ترس درد مثل تلمبه میزنه. دروا کن من برم، من نمیتونم درک کنم، تا آخر عمرم هم اگه اینجا زندونیم کنی فایده نداره. آخ الان حتماً همه نگرانم شده، به هیچکی من نگفتم میام اینجا. جونه همین در رو واکن خوام بابا. خوام بابا، خوام بابا، دارم دیوونه میشم، دارم دیوونه میشم. مرد حسابی، من دریچه قلبم شده اینون لوله آفتابه، اون وقت تو میخوا 5 تومنم ندی؟ آخه پول چی رو بهت بدم پسر شجاع؟ ما خیال میکردیم با خودمون رستم داریم میبریم اون پایین، نگو تو از ما ترسو تری. پولمو میدی یا داد بکشم نصف شبیه همسایا بریزن اینجا؟ حالا که اینجوریه صدای من از تو خیلی کلوفتره، میخوای داد بزنم مردم بیان اینجا بگیرنه؟ ببینم اصلا تو نصف شبه اینجا چیکار میکنی؟ تو خونه مردم چیکار داری؟ چاقو چرا دست بکنی؟ بازم همدیگره میبینی، ببین کی گفتم. این چرا همش میفته؟ خیلی خوش اومدید آقا، صفا آوردید. این دفعه اگه جن دیدیم باز میام خدمتتون، فقط ارزون حساب کنید مشتریش. بفرمایید. من موفق شدم اختر. چی شد؟ تا نبینی باور نمی کنی. چی رو؟ جنا رو؟ جن کجا بود؟ یکی تو اون پایین سرداب زندونیه. یادم؟ آره
اسمش حمیده، معتاده. اینجوری که خودش میگفت اومده اینجا ترک کنه. حالش هم خیلی بد بود. خب تو واسه چقدر خوشحالی؟ چرا خوشحالم باشم؟ موندنی شدیم اختر. جن رو کشک بود. تازه از خان بابام یک گزک دستمونه. حالا دیگه یه نفر میاد این تو زندونی میکنه تو این خونه. یه آشی براش بپزم. حالا ببینی. واسه بابای من؟ نه. واسه اون که اون پایینه. اختر. تو این دوروبرا حمید نامی نمیشنسی؟ حمید؟ پسر هاشم سیبیل حمید، همون که مرد. ببینم، تو خوابی یا داری حرفای ما رو گوش میکنی؟ گمونم خوابم، ولی حرفای شما هم گوش میکنم. صداتون میره بیرون. بگی بخم. چشم. چی میشه؟ خان بابا، خان بابا بلند شد دیگه. خان بابا دیر میشه ها. خان بابا نه. میگم از سر شب تا حالا صدا این زنگوله در نیومده ها. خب حالش حتما بهتر شده. خدا کنه. بجم دیگه پاشو. دیگه با مردم حرف نزن. زن که زدی بیدار شدن زود برگرد بیا. چشم. خان بابا زشتی؟ زشت اینه که تو این سن و سال شب تا صبح بری شما بخندم. بابا ما باید خوشحال باشیم که اینا با هم آشتیان و ادا در میرن که قهرم. اینا میخوان سر ما شیره بمالن. اینا ما که هستیم رو روی ما هی میزنن تو سر کله هم دیگه. پشت سر ما میشن لیلی و مجنون. حالا میخوای چیکار کن؟ باید از اینجا برن بیرون. 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 سلام خان بابا خان. چه حال؟ چه احوال؟ دیشب ما رو سحری بیدار نکردی یا؟ اگه امروز صبح گشنگی عمونمونو برید و یه چیزی خوردیم گناهش گردن تو وا. چرا استدی؟ بیا 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 نرمش کن بیا. بدن جون میده واسه ژیمناستیک. بیا هرچند دیگه برات دیر شده. بیا، ولی اگه شروع کنی ها، تو رشته پاتیناژ روی یخ میدرخشی. اینطور نیست؟
من میخوام برم گلف. گلف کجاست؟ همینجاست. گلف یه توپه، با چوب میزنن میفته تو چاله. بابا این بازی مال اعیون اشراف هاست. به گروه خونی من و تو نمیخوره خان بابا. ما الک دلک بازیم. تازه توپ گلف میدونی چقدر گرونه؟ من چوبشو که دارم بپرده. چالش هم که شهرداری کنده دمه در حاضره. میمونه توپش. توپش هم ببینم. بله، بسیار برای این کار خوب و مناسبه. شوخی میکنی خان بابا؟ اگه از این خونه نری بیرون چنون با این چوب میزنم که کلت بیفته تو چاله. فهمیدی یا نه؟ کله من؟ بله. اختر! اختر! خدا مرگم بده! چرا اینجوری میکنید؟ چی کارش دارید این عزیز بیچاره رو؟ بابات بخواد بیرونش کنه. وا چرا؟ برای که تو بچه تو اذیت میکنه. کی اذیت کرد؟ خان بابا ولش کن ببینم ها. اذیت نکرد. خان بابا ولش کن. خدا رو شکر آشتی کردن. الان میرن سر خونه زندگیشون. ما کی آشتی کردیم؟ چرا حرف تو دهنه من میذاریم؟ چی شده خان بابا؟ دیواری از دیواری کوتاه‌تر پیدا نکردین؟ اگه تا 10 دقیقه دیگه از این خونه بیرون نرید، کله ایزاغاری میکنم، میندازم تو این چاله جلوی در خونه. آخه چرا؟ چراش خودت بهتر میدونی. بیرون! چشم! حالا دیگه مرو میندازه بیرون؟ خیال کردی به این ساعت دیگه ولت میکنم؟ خیال کردی من نمیدونم تو این خونه چه خبره؟ خیال میکنی من نمیدونم اون زنگوله رو کی تکون میده؟ من مأمور میارم اینجا، میرم صاحبای این خونه رو پیدا میکنم، میگم کیا تو این خونه رفت آمد میکنم. قاچاقچیا، موادخرا، معتادا، تریاکیا. من نمیذارم این خونه رو تو این محله پات آدمای ناباب بکنی. این محله جووناش آدمای سالمیان. تو میخوای پای کیا رو تو این محله باز کنی؟ تو میخوای پای آدمای آلوده رو تو این محله باز کنی؟ قاچاقچی، قاچاقچی. منو صدا کردی؟ نه، من باشم. بکن منو صدا کردی؟ نه، گفتم که من باشم کاری ندارم. خلاصه جنسی مبادتی پبادتی خواستی ها او کردتی. خب بره بگه، بره مأمور بیاره. مگه من آدم کشتم؟ خیلی هم باید خوشحال باشن که من اون پایین دارم یکی رو نجات میدم. اگه مأمور بیاد حمید خانه ببره کلانتری. خب فکر پامیلاشم که نمیدونم و همه با خبر میشم. چه عیبی داره؟ این بنده خدا اگه میخواد زن بچهش بفهمن که بعضش اینجوریه، خب نمیاد خونه ما ترک بکنه. اگه بفهمن آبروش میره. من برم به این مرتیکه بی حیا رو بندازم؟ چاره چیه؟ فعلا که خبری نیست. به موقعش یه فکری براش میکنم. یه ماشین بگیر، این خرت پرتاشون رو بفرستم براشون. چقدر آوارگی، چقدر در به دری، چقدر آلاخون بالاخون شدن. آخه مرد محض رضای خدا یه روز صبح پاشو سر کار برو، یک چندر قاز بردو بیار تو این خونه که من دلم خوش باشه که تو هم کار کردی. همش به فکر نقشه، همش به فکر کلا برداری. آخه فکر کن که من اصلا ننه بابا ندارم. فکر کن اون خونه رو بلدزر انداختن زیرش، از بین بردنش. یه فکری بکن مرد. چرا این حرفا رو به بابات نزدی؟ یه جوری حرف میزنی انگار من آوارش کردم. مگه ندیدی بابات با چماق انداختمون بیرون؟ گفت بیرون. حالا تو فاششو به من میدی؟ بسه دیگه، بسه دیگه، نمیخوام حرف بزنی. از فردا صبح یا میری دنبال یه کار آبرومند یا دست این بچه رو میگیرم از این خونه میذارم میرم بیرون. ای توف به وقت اقبالت عزیز آقا، توف. آخه زن، من نمیفهمم تو وقتی حرف همیشه حرف میزنی ها منو داری تهدید میکنی. آخه چرا؟ چرا؟ آخه چرا حالیت نیست؟ اول باید خیالم از شما راحت بشه، بعد برم سر یه کار، سر یه کار آبرومند.
اول باید مطمئن باشم که زن و بچه‌ام یه سربانای امنی دارن، آسایش دارن، بعد برم سر یه کار. همینجوری که نمیشه شما رو ول کنم برم سر یه کار. میشه؟ من هر جا که باشم، هر جا که باشم تمام فکر زکرم رو شما هاست. نمیتونم برای اون صاحب کار کار کنم. آخه بابا اینو هم برم به کی بگم؟ تو فکر میکنی که حقوقی که از اون صاحب کار من میگیرم از حلقه من تو میره پایین؟ تو نمیره پایین دیگه. حالا واسه من معرکه میگیری؟ آره؟ حالا برای بچه حساب میکنی؟ اگه جرأت داری یه دقیقه صبر کن تا من برگردم. اختر خانم، بابا من شوخی کردم، تو چرا جدی گرفتی؟ اختر ممالی برو جلو چه بگیر تا یه خط رو دست هم نذاشته. ما نفهمیدیم، حالا که خان بابا نیست پس شما دارید واسه که دعوا زرگری میکنید؟ زرگری نیست، جدیه. خالی کردیم کردیم نکردیم فردا مأمور بیاد اینجا. گوش کردی؟ بله. چه کردی که چی شو هاشم یهو به تقدیر گرفتم صدا در اومد؟ واسه مأمورم که ببینی چچم میزنی. فعلا خداحافظ. جا؟ میرم دنبال کار بگردم. مگه من مردم؟ واسه من بله. باشی بابا، باشی اختر خانم، میرم سر کار. الان که ساعت 4 بعد از ظهر کار گیر نمیاد، فردا صبح میرم سر کار. برو سر زندگیت جون عزیز. آقا اختر برو برو. به افتخار عزیز آقا.